شیراحمد شیرانی زندانی سیاسی سابق بلوچ و سردبیر گروه رسانه‌ای حقوق بشر حال وش روی خط تلفنی با ما هستند. آقای شیرانی خیلی لطف کردین وقت گذاشتین. اگر اشتباه نکنم وبسایت حال وش حدود یکی دو ساله، اگه میشه دقیق‌تر توضیح بدین چه مدت فعال شده و یه توضیح هم بدین که هدفتون از ایجاد این رسانه در واقع در این شرایط خاص چه بوده؟ با سلام خدمت شما و مخاطبان عزیز. بله، همونطور که گفتید مجموعه در واقع گروه رسانه‌ای حال وش الان یک سال هست که شروع به فعالیت کرده. خب ما خودمون قبلا زندانی سیاسی بودیم و بالاخره این خلل رو در حداقل در سیستان و بلوچستان ما کاملا احساس کردیم و ملموس بوده، به این صورت که در طی دهه‌های گذشته و سالیان گذشته بیشترین موارد نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان رخ داده، در سایه نبود یک رسانه مستقل در واقع که به صورت حرفه‌ای و بی‌طرفانه بخواد این موارد رو منعکس بودن رسانه های تلاش کرده، منتها خب افاق نکرده که ما بر مبنای همین خلا در واقع این رسانه رو راه‌اندازی کردیم و داریم فعالیت میکنیم و مخصوصا در طی مدت اعتراضات ما همکاری های بسیار زیادی با نهادهای رسمی و عالی حقوق بشری داشتیم که در حوزه های مختلف از مخصوصا بازداشتیان و اعدامیان و کسانی که در طی این مدت آسیب دیدن، از قربانیان در واقع اعتراضات، از مجروحین، در این حوزه ما فعالیت نزدیکی داشتیم. آقای شیرانی میتونید خیلی سریع آمار بدید؟ چون گفتید آمار قربانیان، آیا آمار دقیق دارید از تعداد افرادی که کشته و زخمی شدن در 6 ماه گذشته در سیستان بلوچستان؟ بله، ما در آخرین برآورد و تحقیقاتی که بر مبنای اون راستی آزمایی دقیق انجام دادیم 121 نفر در مجموع در جمعه های خونین زادان و خاش در واقع جونشون از دست دادن، در هم در 8 مهر ماه و جمعه بعد از اون در زادان و در جمعه خونین 13 آبان خاش، که از این 121 نفر در واقع 19 نفر افراد زیر 18 سال هستند که در واقع از کودک 2 ساله تا 17 ساله، و در بین قربانیان در مجموع 3 نفر زن هستند که یک کودک 8 ساله هست به اسم هستی ناروی و 2 خانم میان سال هستند که جزء مجروحین بود. سال آقای شیرانی، چه تعداد روزنامه‌نگار یا شهروند خبرنگار با شما همکاری میکنند در این ماهای گذشته و آیا کسی بوده که از این همکاران شما، حالا چه به صورت عادی یا گفتم شهروند خبرنگار، مثلا بازداشت یا تهدید شده باشند برای تهیه گزارش؟ بله، ما با خود همه اقشار در ارتباط هستیم و افرادی هستند که داوطلبانه و افتخاری دارن با ما همکاری میکنن در خصوص انعکاس صدای مردم. از منابع خود ما خدا را شکر کسی بازداشت نشده، منتها از فعالینی که بالاخره در فضای اجتماعی فعال بودند یا در شبکه ها تهدید شدن، بعضا تذکر داده شده، منتها افراد دیگه مثل مولوی عبدالمجید که بالاخره سر همین مسئله با رسانه ها ارتباط داشتن بازداشت شدن که وضعیت چنون اکثرا شاید در جریان باشن، در دهم بهمن ماه 1401 در زادان توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شدن و بعضا انتقال شدن به مشهد و الان در شرایط اطلاعاتی که ما داریم در شرایط مناسب قرار ندارند، به حدی که هم ناراحتی قلبی دارن و شرایط و روحیشون اصلا مناسب نبوده و گویا تحت فشار و شکنجه در سلول انفرادی قرار گرفته، اینطور که ما متوجه هستیم و اطلاع داریم. شما خودتون برشم تا که اشاره کردیم سابقه فعالیت سیاسی داشتید پیشتر و فکر میکنم 3 سال زندان بودید اگه اشتباه نکنم، در این ماهای اخیر تهدید شدید احیانا؟ بله، من خودم زندانی سیاسی بودم و حدود 11 سال زندان بودم. 11 سال و نزدیک به 3 سال در سلول انفرادی بودم. بله، ببینید ما حاکمیت ما رو خوب میدونه و منابع ما رو تقریبا میدونه، ما چه اشرافی در سطح استان حداقل داریم. به صورت مستقیم نه، ولی خب شناخت کاملی از شخصیت ما و منطق ما داره و میدونه اگر با تهدیدم نمیتونه ما رو متوقف بکنه یا اینکه خللی در اراده ما نسبت به انجام فعالیت‌هامون انجام بده.